آقای فهیم جایی، شکل دولت فدرال را در افغانستان شما چگونه میبینین؟ با سپاس از دوست عزیزم آقای عطایی، اگرچه ایشان کارهای بسیار دقیقی داشتن روی موضوع، ولی بازم چند کلمه است که میخواستم یادآورشون بدم. اصل نظارت و موازنه در دموکراسی فدرال ایجاب میکنه تا ساختار عمودی قدرت در افغانستان طبعه الان شما که هم رای سوی استفاده از قدرت ببنده و هم نمایندگی هر گروه قومی و اجتماعی را در ساختار قدرت تامین بکنه، که دوست ما آقای عطایی روی موضوع دقیقتر و جالبتر و زیباتر چیز کردن بیان کردن. و دستیابی برای چنین ساختار لازم است تا در سلسله مراتب قدرت یک نظام سه مرحله‌ای رو نظر می‌گیریم. مثلا دولت مرکزی، حکومت های ایالتی و حکومت های ولایتی. در این ساختار قراره که مراحل بالاتر پایین ها را زیر نظارت خود داشت، پایین ها موازنه در قدرت را تأمین می‌کنند و از مطلق‌گرایی در سطوح بالایی قدرت جلوگیری می‌کنند. با این معنی که مسائل امور ملی در حوزه اقتدار دولت مرکزی قرار میگیرند، ولی در رابطه با اداره محلات قدرت به حکومت ها و پارلمان های محلی تعلق خواهد داشت. دولت مرکزی تنها حالت اصرار و یا انگامی که نهادهای قدرت در یکی از ایالات توانای اداره را از دست بدن، مستقیما در امور محلیشان مداخله میکنند. حکومت های جرگاه ولایتی از آن جهت مهم هستند که در یک پله دیگه قدرت نظاره و موازنه را تامین می کنند. با صلاحیت اختیارات اجرایی را در واحدهای نزدیک به محلات زیست خود با خود مردم انتقال می کنند. ببینیم وقتی که یک نماینده منطقه خودش توسط مردم انتخاب میشه و در پارلمان و در دولت منطقه‌ای خود در دولت همون واحد اداری که ما فدرال مینامیش نمیجا دولت بکنم، بنان این مطلق‌گرایی که از بالا مثلا از دولت مرکز تر از اون چیز بکنه همه رو بکنن، از این روی دیده ما شما رایش میمندیم. به اون خاطر است که دولتی که حکومت پارلمان ایالتی خودش قدرت دولتی را در سطح ایالت تمثیل میکنه، حکومت ها و معنی جرگای ولایتی مردم خاطر میسازه تا امور خودن از طریق نمانده های بازبرای خود رهبری رو داره بکنه. اما جرگاه ولایتی صلاحیت قانونگذاری و وضع مالیات هم نخواهد داشتن، ولی میتونن که طرحهای تقنینی و مالیاتی را جهت تصویب نهایی به پارلمانهای ایالتی خود پیشنهاد بکنن. این سیستم اداره یا سیستم تشکیل من فکر میکنم که در راستای در وجود آوردن دموکراسی واقعا اگر دموکراسی مردمگرایی است و همینه که خود مردم خودشان نماینده هایشون انتخاب مردم انتخاب میشه، مردم نه که از بالا انتخاب میشن و چی در شوراها و چی در شوراهای ولایتی و چی در شوراهای مثلا مرکزی و غیره و غیره. بنابراین ما چنین فکر میکنم که یعنی که ساختار دولت که مثلا یعنی حکومت هایی که ما نشیاد میکنیم در حکومت مرکزی هست، حکومت ایالتی و حکومت ولایتی، همین رقم هم فکر میکنم که یکی از راهای درستتر حل موضوع باشه. خب یک جان تشکر از شما فهیم جایی و جعفر عطایی، خیلی خوش آمدین. ما دیگر کدام سوال ندارم، توضیحات شما خیلی مفصل بود، خیلی خوب بود. منتها متاسفانه دوست دیگر ما نظام الدین وحدت قرار بود در این مباحثه شرکت کنند و حاضر نشدند، و ما امیدوار هستم که در روزهای بعدی در مباحثات بعدی ایشان بیان اشتراک کنند.
که بحث های جالب تری داشته باشیم. خب یک جهان تشکر میکنیم از شما و در مباحث سیاسی بعدی هم امیدوار هستیم که شما شرکت کنین. انشالله شب و روز خوبی داشته باشین. خدا حافظ شما. تشکر. خب آقای فهیم زیایی، هرگاه شما هرگاه کدام صحبت داشته باشین، ما خدمت شما هست. تشکر، خواهش میکنم. من سپاسگزاری میکنم از شما و از رادیو پیام زن و احترام خدمات شما و از ما تقدیم میکنم و دوست گرامی و آقای عدایی را هم احترام تقدیم کردم و خدا حافظ میگیم برای کسی. با شما بودم و با محترم جناب آقای فهیم زیایی و امیدوار هستم که باز هم بتانیم با هم دیگر باشیم و مشکلات وطن خود را از طرف خانه و با نیت پام در میان بگذاریم و بحث بگیریم. وقت خوش بر شما و شنوندگان عزیز. زنده باشین. تشکر از شما. خداحافظ.